پاروک خودم. نویسنده احمد بن سعید، نگارگر سارا وفیق، برگردان به فارسی کتاب. احمد می خواهد یک پاروک یا اسکوتر داشته باشد و کوشش می کند آن را بسازد. آیا موفق می شود؟ به این داستان گوش بدیم و آن را بخوانیم. احمد دو توته بادرنگ پوست شده را از بشقاب برداشت و آنها را بر روی یک پارچه کاغذ قرار داد. مثل چرخ به نظر می آیند. احمد میان هر دو چرخ یک خط افقی کشید تا آنها را به همدیگر پیوند بزند. بعد یک خط عمودی کشید تا اتکای دستگیره به نظر برسد. او بعد از آن یک پارچه آش را برداشت تا از آن دستگیره بسازد. بعد از آن چشمایش را بست و خیال کرد که با فریدون و فرشید پاروک یا اسکوتر خودش را می راند. چه احساس قشنگه! او حالا صاحب یک پاروک یا اسکوتر شخصی بود که خودشان را ساخته بود. پایان داستان. این کتاب دارای سطح خانش 2 بوده و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی بعضی از واژه ها را دارند و کلمات جدید به کمک دیگران میتوانند بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب‌های قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید.